مهم نیست ساعتی از نیمه شب گذشته باشد. در بریتانیا تشریفات مراسمی مثل تعلیق پارلمان تعطیل بردار نیست. مراسمی که در آن در ابتدا چند عضو مجلس اعیان به نمایندگی از ملکه قاصدی را به مجلس عوام می‌فرستند تا منتخبان مردم را صدا کند. آقای رئیس، اعضای مجلس اعیان با اجازه کمیسیون سلطنتی برای اعلام تعلیق پارلمان از این مجلس محترم تقاضا می‌کنند که حضور بیابند. ولی این دعوت صدای نگفتن‌های نمایندگان احزاب مخالف را بلند کرد. بعضی‌هایشان تلاش کردند با نگه داشتن رئیس مجلس در صندلی‌اش جلوی تعطیلی 5 هفته‌ای پارلمان را بگیرند. جان برکو هم اعتراض مجلس را اعلام کرد. من نقشم رو ایفا می‌کنم، ولی این یک تعلیق عادی نیست، استاندارد نیست. یکی از طولانی‌ترین تعلیق‌های چند دهه گذشته است. نه فقط از نظر خیلی از همکاران، بلکه از نظر خیلی از مردم این یک تصمیم قهری قوه مجری است. در نهایت آقای برکو در میان تشویق نمایندگان مخالف دولت راهی مجلس اعیان شد. کسانی که از رفتن به مراسم تعلیق سر باز زدند، نمایندگان حزب حاکم را هو کردند و با فریاد خجالت بکشید بدرقه ایشان کردند. با رسیدن نمایندگان به مجلس اعیان مراسم تعلیق ادامه یافت، ولی وقتی جان برکو به مجلس عوام برگشت تا به نمایندگان گزارش بدهد، هرچه منتظر ماند خبری از نمایندگان حزب محافظه‌کار نبود. این بار نوبت دولتی ها بود که قهر کنند. پایانی دراماتیک برای روزی پر سر و صدا. ساعتی قبل نخست وزیر بریتانیا برای دومین بار در 5 روز از احزاب مخالف خواسته بود که با پیشنهاد او برای برگزاری انتخابات زودرس پیش از موعد برگزیت موافقت کنند. اگه واقعا میخواین برگزیت رو عقب بندازین، بندازینش بعد از 31 اکتبر به انتخابات رای بدید و بذارید مردم تصمیم بگیرد. اگه قبول نکنید، من 17 اکتبر میرم بروکسل و در مورد خروجمون در تاریخ 31 اکتبر مذاکره میکنم. امیدوارم با یک توافق، ولی اگه لازم شد بدون توافق. من درخواست تعویق نمیدم. من درخواست تأخیر نمیدم. ولی بوریس جانسون باز هم در کسب آرای لازم ناکام ماند. این ششمین شکست در ششمین رأی‌گیری پارلمانی از زمان نخست وزیر شدن او بود. احزاب مخالف نگرانند که دولت با به تعویق انداختن انتخابات پس از انحلال مجلس، قانونی را که برای جلوگیری از خروج بی‌توافق تصویب کرده‌اند اجرا نکند. قانونی که او را مکلف می‌کند از اتحادیه اروپا 3 ماه مهلت بخواهد. حرفی که آقای نخست وزیر نزد این بود که از قانون این کشور پیروی میکنه. پارلمان قراره به خواست ایشون معلق بشه فقط برای اینکه جلوی سوال درباره کارهایی که داره میکنه و نمیکنه گرفته بشه. اتفاقات این یک هفته و تصمیم‌های نمایندگان پیش از تعلیق پارلمان بوریس جانسون رو در موقعیت دشواری قرار داده. اگه بخواد تا موعد برگزیت سر کار بمونه و به قولش برای به تعویق نیفتادن برگزیت هم عمل کنه، احتیاج به یک اتفاق خارق‌العاده داره، به یک معجزه. بوریس جانسون شدیداً نیازمند رسیدن به یک توافق جدید با اتحادیه اروپا است، ولی صحبت‌های دیروز نخست وزیر ایرلند نشان می‌داد چندان نباید رویش حساب کند. آیا ممکن است نخست وزیر ساختارشکن بریتانیا به سمت قانون شکنی برود؟ بهرنگ تاجدین، BBC.